کتابخانه صوتی فارسی زبانان ایران و بلکه خواص هم به نیروی روحانی ابوالفضل العباس معتقدند برای سردار سپه آورده بالای او را به این تشریف شریف مشرف می سازد. سردار سپه برای درک این شرافت تهیه مفصلی دیده دعوت عمومی می کند و در میان چندین هزار کس شمشیر مزبور را با تشریفات بسیار بر کمر می بندد و در نظر عوام نظر کرده خوانده می شود و بدیهی است از این واقعه سلطان احمدشاه بسیار دلتنگ می گردد. از این به بعد نفوذ روحانیت شیعه که بیش از یک قرن دوام کرده بود و به وجود حاج میرزا حسن شیرازی چنان که در جلد اول این کتاب نوشته شده به اوج رفعت رسیده، در جانشینان او اثرش رو به ضعف می گذارد. در ایران هم با کوتاه شدن دست روحانی نمایان از دامان دخالت در سیاست اهمیتی برای آنها باقی نمی ماند، خصوصا که طرفدار سیاست روحانیان اگر سلطان احمدشاه است که مقام خود او متزلزل می باشد و اگر سردار سپه از روی مصلحتی با آنها موافقت می کند تا وقتی است که او به همه آرزوهای خود نرسیده باشد و ناچار است همه را راضی نگاه دارد و پس از رسیدن به آرزوهای خود بدیهی است موافقتی با آنها نخواهد کرد. و اگر تصور شود در میان عوام مقامی برای روحانیت باقی مانده است، تصور باطلی است، زیرا به واسطه رفتارهای ناپسند مخالف شریعت که از روحانی نمایان و اطرافیان و اولاد و بستگان خوبان از این طایفه که بسیار کم هستند صادر شده، احترامی در نظر خاص و عام برای کسوت روحانیت باقی نمانده است. به علاوه آثار تمدن قرن حاضر، آمد و شد زیاد با خارجه ها، انقلاباتی که در قرن اخیر در ایران به نام مذهب شده است، توسعه معارف و مطبوعات که اگر بر ضرر روحانی نمایان نبوده به نفع آنها هم گفته و نوشته نمی شده است و بالجمله به اقتضای عصر و زمان بازار روحانی نمایان کساد شده است، خوبان هم به آتش بدان سوخته و می سوزند. در این صورت فاتحه روحانیت موجود را خوانده شده باید دانست و انتظار کشید در ضمن تکمیل کار تعلیم و تربیت عمومی توجهی هم به اصلاحات مدارس دینی بشود و اوقاف مملکت که منبع بسیار مهمی است برای اصلاحات معارفی و مخصوصاً امور مذهبی حسن اداره بیابد و تعلیمات دینی پایش به محور حقیقی خود بیفتد و امتحان و حساب کتابی در کار بیابد و در اطراف این درخت کهنه پوسیده نهال‌های تازه بروید دارای شرایط علمی، عملی و اخلاقی. روحانیت و آن برگزیدگان مقدس بتوانند در سایه رخصتی که خوشبختانه در مذهب خود دارند، اسلام ایرانی را با مقتضیات عصر تطبیق کرده، گرد خرافات را از دامان پاک طریقه جعفری برطرف سازند و آن را قابل تجدید حیات نمایند. و این سعادتی است برای ایران، همان ایران که مهد روحانیت و یکی از مهمترین سرچشمه‌های اندیشه‌های مقدس آسمانی بوده است. نگارنده در این موضوع مانند بسیاری از موضوعات مربوط به وطن خوشبین هستم و آن روز را برای ایران دور نمی‌بینم، چه افکار را مستعد این کار مشاهده می‌کنم. اینک به قضیه‌ای که در این ایام در اصفهان اتفاق می‌افتد و رؤسای روحانی متواری می‌شوند اشاره نمایم. چنان که مکرر در جلد اول و دوم این کتاب نگارش یافته است، در اصفهان نفوذ روحانی و روحانی نمایان از دیگر شهرهای ایران بیشتر بوده است، چون که مدت این شهر پایتخت روحانیت آمیخته به سیاست بوده است و هنوز هم چیزی از اثر آن نفوذ و قدرت دیده می شود و ممکن است بعد از تمام شدن نفوذ این طبقه در همه جای ایران در اصفهان باز حشاشه ای از آن باقی مانده باشد. یاد دارم در یک نوشته ظرافت آمیز خواندم که روحانیت در اصفهان به منزله گودالی است در یک کره برنجی زنگ زده که چون تمام کره را پاک کردند در آن گودال هنوز اثر زنگ باقی است.
شهر اصفهان و توابع آن پر است از امامه به سر، امامه سیاه و سفید برای سید و غیر سید از مجتهدین، پیشنمازها، اطباء، واعظ و روزخانها، معلمها، مدرسه ها، طلاب علوم دینی، محررین شرعیات و غیره، و امامه قلاب دوز برای تجار و کسبه و ملاکین و کتخداهای دهات. اشخاص غیر سید آنها و ساداتشان باز امامه سیاه، نهایت کوچکتر از امامه دیگران. خانواده حاج شیخ محمد باقر که سالهاست به واسطه در دست داشتن مسجد شاه اصفهان خود را بر دیگر روحانیان آن شهر مقدم می دانند، اکنون ریاستش رسیده است به حاج شیخ نورالله و شرح حال او از پیش نوشته شده که به واسطه ذوق ادبی و اظهار وطن پرستی و اندکی تجدد خواهی که دارد، خود را به ملیون و تجدد خواهان هم نزدیک نگاه می دارد و به این سبب کار ریاستش بالا گرفته و با تمول سرشاری که حاصل نموده است به کارهای روحانیت چندان اهمیت نمی دهد و بیشتر به کارهای شخصی و به خوشگذرانی ها وقت می گذراند. چنان که داستان حرمسرای او نقل مجالس اصفهانیان است. دیگر ملا حسین فشارکی که از توابع خانواده مزبور بوده است و اکنون شخص اول روحانیان این شهر می باشد و کارش منحصر است به روحانیت. دیگر روحانیان و روحانی نمایان اصفهان را تحت حمایت خود نگاه داشته، به صورت ظاهر با اینکه سال خورده تر است از حاج شیخ نورالله تمکین می کند و او را بر خود مقدم می دارد و حوزه ریاست روحانی اصفهان با اتحاد ظاهری این دو شخص صورت خود را حفظ کرده، نمی گذارد عوام اصفهان پی ببرند که ریشه درخت سیاست روحانی در آنجا متزلزل شده به زودی شاخ و برگش زرد خواهد شد و گاهی موجبات زوال نفوذ آنها به دست خودشان بیشتر فراهم می شود تا به دست مخالفینشان به واسطه غلبه هوای نفس بر پرهیزکاری. تشکیل قوه نظامی مهمی در اصفهان به دست سردار سپه و مرکز ارگان حزب جنوب واقع شدن این شهر رفته رفته دست و پای قدرت روحانیان را جمع می کند و حکومت محمود خان امیر اقتدار شکست قطعی به سیاست روحانیان می دهد. امیر اقتدار خود در سلک روحانیان بوده است و تحصیلات روحانی خیش را در همین شهر نموده. افراد این رؤسای روحانی و اولاد و بستگان آنها را که اغلب نااهل هستند نیکو می شناسد. اکنون با اختیارات زیاد و با تکیه دادن به اردوی نظامی مهمی برای درهم شکستن نفوذ روحانیان، جامعه کشوری در بر کرده، در نهایت سادگی و با آمیزش کامل با توده ملت حکومت می کند و موفق می شود در مدت بسیار کم در خانه رؤسای روحانی اصفهان را ببندد. امیر اقتدار از یک طرف خود به مردم ستم نمی کند که به واسطه برانگیختن و متوسل به روحانیان شدن محتاج بوده باشند و از طرف دیگر توسط روحانیان را در هیچ کار نمی پذیرد و یکی دو تن از نوکر ملاها که در خانه هر یک از رؤسای روحانی هستند و در دوایر حکومتی آمد و شد دارند و به نام ارباب خود و پیغام‌های راست و دروغ واسطه کارهای مردم شده دخل می‌نمایند، سیاست می‌کند و بی اهمیتی رؤسای روحانی در نظر حکومت مقتدر سردار اقتدار بر همه کس هویدا می‌شود. مردم نیز دلخوشی از این طایفه نداشته و بر اهل دنیا بودن بیشتر آنها پی برده بوده، از روی اضطرار و به واسطه تعدیات حکام و مأمورین آنها در خانه روحانیان می رفتند. از طرف دیگر به سبب توسعه معارف تازه و وجود اشخاص منورالفکر، گرچه عددشان کم است، در افکار تازه هم به روی مردم این شهر گشوده شده است و به حاکم مقتدر کم طمعی بیشتر جرأت می دهد قدم های تندتری برای خاتمه دادن به نفوذ روحانی نمایان بردارد. در این حال مسئله تهدید تریاک در همه جای ایران جدن تعقیب می شود و در اصفهان از همه جا بیشتر، چه این ولایت مرکز مهم تریاک کاری
و تیار کردن تریاک است برای فروش به داخل و خارج. رئیس مالیه اصفهان از طرف موافق خود که مستخدمین مالیه آمریکایی باشند، موضوع تهدید را دنبال می نماید و قاچاقچی‌های شهری و دهاتی را تحت فشار گذارده در گرفتاری و حبس و زجر آنها فروگذار نمی کند و بالجمله کار استفاده کنندگان از کشت و زرع و خرید و فروش تریاک به طرف شدن با مأمورین دولتی کشیده بلوا می کنند و در تلگراف خانه چادرها برپا نموده تحسن می جویند و به توسط نمایندگان اصفهان در مجلس شورای ملی چهارم که علاقمند به آزادی کشت و خرید و فروش تریاک در میان آنها هست به مجلس و به دولت شکایت می کنند به خیال آن که به آسانی قائله برطرف شده تریاک آزاد خواهد شد. غافل از اینکه مسئله تهدید تریاک از مسائل بین المللی شده، مشکلات آن به آسانی برطرف نمی گردد. بالجمله مدتی می گذرد و از طرف دولت و مجلس به متحسنین در تلگراف خانه اصفهان جوابی داده نمی شود. در این حال روحانیان خانه نشسته به دست حکومت مقهور شده موقع به دست می آورند و خود را میان این معرکه می اندازند. خصوصاً که بیشتر آنها ملاک هستند و در آزاد شدن تریاک سود می برند. دخالت روحانیان در قضیه مشکلات را برزیادت می کند و حکومت را وامی دارد بر عملیات خود در برهم زدن این اجتماع بیفزاید. خاصه که هر یک از روحانیان با تحریکات که شده یک چند صد نفری به خانه آنها ریخته آنها را به ظاهر اجباراً به تلگراف خانه می برند. و شنیده شد که جمعیت زیادی به خانه ملا حسین فشارک ریخته او را بیرون آورده با تبلی که می زدند پیاده به تلگراف خانه می بردند و پیرمرد در جلوی این جمع که از یک طرف سلام و صلوات می فرستادند و از طرف دیگر برای هیجان مردم تبلی می کوفتند عصای بلند خود را پیوسته بالا و پایین برده به هوای صدای تبل به زمین می زده است. از شدت خوشحالی که در خانه ریاست بسته شده او دوباره در اثر این اجتماع گشوده خواهد شد و مخصوصا نظر داشتند که به حکومت امیر اقتدار خاتمه داده شود و از تحت فشار او درآیند. ولی بطلان این تصورات به زودی آشکار می گردد و به محض پادرمیانی کردن رؤسای روحانی حکومت با قوه مسلح دخالت نموده چند نفر را مجروح کرده مردم را متفرق می سازد. مسببین این تحسن را گرفته سیاست می نماید و رؤسای روحانی به طور تعرض از اصفهان حرکت می نمایند. حاج شیخ نورالله می آید به تهران و می رود به خراسان بیان که اندک احترامی در تهران از طرف دولت دیده باشد و ملا حسین فشارکی و سید العراقین که ریاست مدرسه چهارباغ اصفهان را دارد و جمعی دیگر از روحانیان درجه دوم در شهر قم اقامت می کنند. اصفهان آرام گرفته حکومت امیر اقتدار بیش از پیش قوام می گیرد و شرح عاقبت کار رؤسای روحانی مزبور را در فصل 32 خواهید خواند. صفحه 298 فصل 32 ریاست وزرایی سردار سپه نمایشگاه امتعه وطن روحانیان اصفهان احوال نگارنده. در عین کار روایی خستگی ناپذیر سردار سپه در وزارت جنگ و در ریاست حکومت نظامی مملکت، قهرمان مازندرانی ما در زیر پرده نازکی می کوشد دست خود را به اریکه سلطنت کیانی برساند. کهنگی و پوسیدگی درخت 150 ساله پادشاهی قجر به زمیمه بیحالی ذاتی و منفعت پرستی و عیاشی سلطان احمد شاه هم مشکلات این کار را برای او آسان می کند. سردار سپه به این پادشاه و برادرش ولیعهد اعتنایی ندارد و تنها برای گذرانیدن وقت و حاضر شدن اسباب با آنها مدارا می کند، وگرنه از دیدارشان بیزار است، مخصوصا از دیدار ولیعهد، زیرا او به قدر برادرش به سردار سپه اعتنا نمی کند و به واسطه بی تمولی جرأت مخالفت کردنش با او از شاه متمول علاقمند به دارایی خیش افزون است.
در صفحه 298 تصویری از محمد حسن میرزا ولیعهد و سلطان احمد شاه نشان داده شده است. ولیعهد که مدتی است از مرکز حکمرانی خود که آذربایجان است دور مانده و یک حکومت نظامی قوی در آن ایالت به جای او حکمران گشته است، می‌خواهد از ریاست دولت داشتن بی‌معنای مشیرالدوله‌ها و مستوفی الممالک‌ها که به مصلحت روی کار آمده‌اند، بی آنکه مختصر قدرتی داشته باشند، استفاده کرده باز خود را به آذربایجان بیندازد. و شاید تصور می‌کند در آنجا خواهد توانست با رؤسای عشایر که با وی سابقه خصوصیت و اطاعت دارند، بست و بند کرده با اشخاص ناراضی از عملیات نظامیان هم داستان شده حوزه‌ای تشکیل بدهد و از بی‌اعتنایی سردار سپه به خود بکاهد. بدیهی است سردار سپه راضی نخواهد شد ولی عهد به این مقصود برسد. یکی به ملاحظه خیالات باطنی خود که می‌خواهد به سلطنت قاجاریه خاتمه بدهد و دیگران که می‌داند میان ولیعهد و امیر لشکر آذربایجان اختلاف کلمه حاصل می‌شود و موجب اختلال امور آن ایالت می‌گردد. این است که هر وقت در هیئت وزرا به سمت وزارت جنگ حاضر است و این صحبت به میان می‌آید، روی قبول نشان نداده از داخل شدن در این مذاکرات خودداری می کند. از طرف دیگر ولیعهد به شاه فشار می آورد و شاه به رئیس الوزرا می گوید بی اطلاع سردار سپه فرمان حکومت آذربایجان ولیعهد را صادر کنند. فرمان صادر می شود و به صحه شاه می رسد و وزیر داخله به آذربایجان تلگراف می کند و ولیعهد آماده مسافرت شده، بلکه نقل مکان نموده، در شرف حرکت است که ورق بر می گردد. ماه محرم رسیده است و در اداره قشونی روزخانی می کنند. شاه به ملاحظه سردار سپه به مجلس روزخانی نظامیان آمده است و در غرفه روی صندلی نشسته. در کنار همین غرفه چند تن از روحانیان نشستند. سردار سپه هم با مشیر الدوله رئیس الوزراء اندکی دورتر. نگارنده به کرسی شاه از همه نزدیکتر است. میشنود شاه پیش خدمتی را طلبیده به او میگوید به ولیعهد تلفن کن، اتومبیل من کار نمی کند. برای اینکه بیایم به دیدن تو باید اتومبیل خودت را بفرستی. پیداست وعده کرده است در مکان نقل شده ولیعهد برای رفتن به آذربایجان از او دیدن نماید و هرگز تصور نمی کند این کار برهم بخورد و از روی خسارت می خواهد این راه را با اتومبیل ولیعهد رفته و برگشته باشد. اتومبیل ولیعهد حاضر می شود. سردار سپه از پشت ستون برخاسته جامه نظامی خود را مرتب می کند و به حاضرین می گوید اعلی حضرت را راه بیندازیم تشریف ببرند. بعد بنشینیم صحبت بداریم. شاه با جسته کوچک خود در کسوت نظامی روی صندلی نشسته، سردار سپه را با آن قامت برازنده در برابر خود می‌بیند، ایستاده سلام می‌دهد و می‌گوید اتومبیل حاضر است. بیدرنگ جواب سلام داده از جای جسته روانه می‌شود. و سردار سپه و رئیس دولت او را راه می اندازند و بر می گردند با حاضرین به صحبت می پردازند. بدیهی است سردار سپه می داند شاه کجا می رود و برای چه می رود، اما هیچ به روی خود نمی آورد و خودداری می کند که مسئله تا دم آخر سیر خود را کرده برهم خوردنش بیشتر برای او قدرت و عظمت تولید کند و برای شاه و ولیعهد و رئیس دولت خاری و خفت. سردار سپه بعد از سنجیدن اطراف کار و اطمینان یافتن از هر کجا که لازم باشد، در آن دم آخر که ولیعهد می‌خواهد روانه شود، هیئت دولت را تهدید کرده نارضایی خود را به مسافرت او به شاه و به وزرا می‌رساند و کوشش بسیار شاه و ولیعهد و هیئت دولت در اجرای فرمان و فرستادن ولیعهد به کلی بی نتیجه مانده و ولیعهد با نهایت خفت از منزل نقل مکان کرده به خانه خود برمی گردد و کدورت باطنی میان سردار سپه و ولیعهد به ملالت ظاهری می رسد.
شاه بعد از این از سردار سپه گله می کند، چنان که نگارنده خود از سردار سپه شنیده است و می گوید شما ولیعهد را از رفتن به آذربایجان منع کردید. سردار سپه جواب می دهد اعلی حضرت هم در صدور فرمان حکومت آذربایجان ولیعهد با من مشورت نکردید و الا عرض می کردم صلاح نیست. موفقیت سردار سپه به جلوگیری از مسافرت ولیعهد به او جرأت می دهد که بتواند در مخالفت کردن با شاه و ولیعهد بیش از پیش جلو برود و هم بر بی‌اعتنایی او به رئیس دولت افزوده می شود تا آنکه به شرح ذیل او را به استعفا دادن واداشته خود رئیس دولت می گردد. سردار سپه از شاه تقاضا می کند او را رئیس الوزرا نماید. شاه که در قضیه ولیعهد کمال دلتنگی را دارد و خود را محبوس محترمی در چنگال وزیر جنگ مشاهده می کند، تقاضای او را با یک شرط می پذیرد و آن این است که بی‌فاصله اسباب مسافرت وی را به فرنگ فراهم نماید. سردار سپه این شرط را مطابق آرزوی خود دیده، آن را پذیرفته رئیس دولت می شود و فوراً اسباب حرکت شاه را فراهم کرده او را روانه می کند و تا بندر انزلی مشایعت می نماید و بر می گردد و با ولیعهد نایب السلطنه صورت سازی می کند. به ظاهر دولتی تشکیل می دهد و برای اسکات روسها یکی دو نفر وزیر سوسیالیست هم داخل کابینه می نماید و در باطن اختیار تمام امور کشوری و لشکری را در دست خود می گیرد. اینجا باید به شمه ای از احوال خود اشاره نمایم. در این ایام می‌خواهم از امنیتی که حاصل شده است استفاده کرده به اقتصادیات مملکت خدمتی نموده باشم. از دولت اجازه تأسیس نمایشگاه امتعه وطنی را تحصیل کرده با حسن توجه سردار سپه می‌خواهم شروع نمایم. خبردار می‌شوم میرزا حسن خان محتشم السلطنه که مکرر در این کتاب نام برده شده نیز در این اندیشه بوده است. این است که با او شرکت کرده انجمنی از اشخاص مناسب این کار چه از رجال دولت و چه از تجار و کسبه تشکیل داده به فراهم آوردن مقدمات کار می کوشیم و با حسن موافقت دولت مخصوصا شخص سردار سپه کار ما به سرعت پیش می رود. برای محل نمایشگاه عمارت تکیه دولت در نظر گرفته می شود. تکیه دولت اتصال دارد به باغ گلستان تهران و دربار دولت. این بنا برای تعزیه خانی در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد. صحن وسیع آن، فلکه و اطرافش، سه طبقه غرفه و تاقش از آهن مشبک است که در ایام تعزیه خانی به روی آن آهنها چادر کشیده تاق مزبور را می پوشانیدند. و تعزیه خانی ناصرالدین شاه در این تکیه و تجملاتی که در آن نموده می شد، و تعیش هایی را که به نام عزاداری مذهبی در برداشت شرحش کتابی مخصوص لازم دارد. تکیه دولت در سه طبقه بنا شده بود و بعد از مدتی معلوم شد به ملاحظه سنگینی تاق یک طبقهش باید برداشته شود. این است که اکنون دو طبقه مانده است با همان تاق آهنین. بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه دیگر تکیه دولت اعتبار و تجمل‌های اولی را به خود ندید و اگر در زمان سلطنت مظفرالدین شاه و محمد علی شاه گاهی تعزیه‌ای در آنجا برپا می‌شده است جلال و عظمت پیش را نداشته. بعد از مشروطیت و در انقلابات سیاسی این مؤسسه بی بودجه مانده، به کلی متروک و در شرف خرابی و ویرانی بود. در این وقت مرمت می شود و پوش آن که در انبارها داشت می پوسید در می آید و اصلاح می شود و تاق تکیه را می پوشاند و برای دفع باران پوش مشمعی بر آن افزوده می گردد. غرفه های تکیه دولت میان ولایت ها و ایالت های ایران و تجار و اصناف تهران تقسیم شده به زودی پر از اجناس نفیس شده مزین می گردد. تأسیس نمایشگاه امتعه وطنی برای اول دفعه هیجان غریبی در ولایت‌ها و مرکز تولید کرده نمونه بهترین امتعه ایران برای نمایش دادن حاضر می‌شود. گرچه نمایشگاه به واسطه انقلابات جوی بیش از یک ماه و نیم طول نمی‌کشد، اما به قدری فکر توسعه دایره اقتصادیات مملکت را قوت می‌دهد که می‌توان گفت
سنگ اول بنای توسعه اقتصادیات و تکمیل نواقص امتعه وطنی به واسطه این نمایشگاه گذارده شده است و از یک یا دو اندیشه هزارها فکر و اندیشه تولید گشته است، به طوری که میتوان امیدوار بود در بسته‌ای به روی مملکت گشوده شد. نمایشگاه امتعه وطنی با حضور محمد حسن میرزا ولیعهد به نیابت شاه غایب و سردار سپه، رئیس دولت و وزرا و رجال اولای مملکت و هیئت نمایندگان دول اجنبی افتتاح شد. سردار سپه ناچار است در این مجلس پشت سر ولیعهد بایستد، با کمال کراهت که دارد این است که در موقع عکس برداشتن سر خود را حرکت می‌دهد که شناخته نگردد. بالجمله چون هنوز اختلاط زن و مرد به طور آزادی در مجامع عمومی رسم نشده است و زنها در میان مردان باید روبسته باشند، از صبح تا ظهر ورود نمایشگاه به خانمها اختصاص داده می شود و از بعد از ظهر تا نیمه شب به آقایان. و با اینکه عملجات مردانه و صاحبان غرفه ها مشغول کار خود و پذیرایی از واردین هستند، خانم ها در ورود به نمایشگاه و گردش در آن حتی در قسمت های تفریحی تقریبا روگشوده می باشند و اخلاق و رفتاری از خود بروز می دهند که از عالم نسوان یک ملت پیش افتاده انتظار می رفته است. و بالجمله رفتار خانم های تهران در اول نمایشگاه امتعه وطنی ما را امیدوار می کند به آینده شرافت و سعادتمندی که پرده نشینان این ملت دیر یا زود سر از این چادر و نقاب سیاه معمول و یا روبند سفید متروک درآورده جامعه تاریک ما را روشن خواهند کرد. نظمیه جوان تهران هم در حسن انتظام نمایشگاه هنرمندی قابل تقدیر از خود بروز می دهد. نمایشگاه امتعه وطنی کلیه امتعه داخلی را ترویج کرد، مخصوصاً پارچه‌های پشمی و ابریشمی کرمان، یزد و کاشان و قلمکارهای پرده‌ای و رومیزی کار اصفهان و نقره‌سازی و قلمزنی‌های آن شهر و دیگر شهرها را، چینی و کاشی‌سازی شیراز، نطنز و قم موجب توجه گشت و قسمت جنگل و چوب‌های قیمتی و محصولات و گل‌ها و میوه‌ها که به دست یک آلمانی مستخدم ایران مرتب شده بود نظرها را جلب می‌کرد. در این نمایشگاه از امتعه خارجی چیزی دیده نمی‌شد مگر ماشینالات زراعتی و غیره. کوشش بسیار نمایندگان روس که بعضی از مال و تجاره‌های خود را هم آنجا نمایش بدهند بی‌نتیجه ماند و نمایشگاه حدود نظامنامه خود را نگاهداری کرد. با اینکه حق ورود مختصر بود، عایدات و مخارج به ضمیمه مساعدتی که از طرف دولت شده بود با هم تکافو کرد و مقرر شد که بعد از چند سال مکرر گردد. یک روز سردار سپه برای دیدن قسمت‌های نمایشگاه مدت طولانی در آنجا ماند. همه غرفه‌ها را به دقت دید. نگارنده همه جا با او بودم. هر کجا را که می‌دید به بعضی از اشیا اشاره می‌کرد و می‌گذشت و سپرده شد که به هر چه اشاره کرده است آنها را کنار بگذارند و آخر شب صورت جامعی از آنها حاضر شده با قیمت هر یک به ضمیمه اشیا برای او فرستاده می‌شود و او قیمت آنها را می‌پردازد. روز دیگر نگارنده او را ملاقات می‌کند. پس از اظهار ملاتفت می‌گوید: ممکن بود من به یکی از نوکرها بگویم آنچه را در نظر داشتم خریداری کرده بیاورد، ولی این کار را نکردم و اشاره کردم و گذشتم برای اینکه بدانم حسن اداره نمایشگاه چه اندازه است و از ترتیبی که داده شده بود بسیار مسرور شدم. این حکایت را نوشتم که درجه توجه این شخص را به جزئیات امور برساند. نمایشگاه با نتیجه نیکو پایان یافت و امارت تکیه دولت و نواحی آن که بعد از ویران ماندن‌ها صورت آبادی به خود گرفته بود مورد استفاده دولت نظامی واقع گشت برای کارهای عمومی. در این ایام شاهزاده سلیمان میرزای محسن را که نماینده سوسیالیست ها گفته می شود و در جلد سیوم این کتاب مکرر نام برده شده است، سردار سپه وزارت معارف می دهد و به تقاضای وی
دفتر اعانه‌ای باز می‌نماید برای توسعه معارف. دعوتی از رجال و اعیان تهران می‌کند به خانه خود و وجوهی جمع‌آوری می‌شود. نام یک عده از حاضرین را بنویسد برای تشکیل انجمنی به نام انجمن معارف برای نظارت در مصرف نمودن آن وجوه. نام یک جمع نوشته می شود که نگارنده هم یکی از آنهاست. سردار سپه امر می کند این جمع که بیشتر آنها از رجال اولای مملکت و از وزرای سابق معارف هستند به اتاق دیگر رفته هیئت رئیسه خود را تعیین نمایند. نگارنده را به خدمت اداره کردن آن انجمن انتخاب می کنند. گرچه زمینه برای جمع‌آوری وجه بسیار چیده شده بود، ولی عمر وزارت معارف سوسیالیست خیلی کوتاه شد و بیش از 100,000 قران جمع‌آوری نگشت. اما انجمن دوام کرد و با این وجه چندین کتاب تألیف و ترجمه گشت و یکی از خدمات معارفی بی‌شائبه شمرده شد. در این ایام انتخابات مجلس شورای ملی برای دوره پنجم شروع می شود. سردار سپه در این انتخابات دو نظر دارد. اول آنکه در تمام حوزه های انتخابی او نماینده اول نام برده شود برای اثبات وجاهت ملی داشتن وی. دوم آنکه نمایندگان مجلس اشخاصی باشند که با سیاست شخصی او موافقت کنند. با رعایت همین دو نظر به حکام نظامی ولایات و به نظمیه ها دستور دخالت در کار انتخابات داده می شود و به صورت ظاهر هم گفته می شود انتخابات آزاد است. خوانندگان کتاب من می دانند در چهارمین مجلس شورای ملی به دست میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس دولت وقت، دولت در کار انتخابات دخالت کرد و پایه انتخابات از محور طبیعی و قانونی خود خارج شد. اشخاصی به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شوند که با قرارداد ایران و انگلیس موافقت کنند. وثوق الدوله رفت. قرارداد او بر حسب ظاهر به هم خورد. ولی پایه انتخابات به محور طبیعی خود نیفتاد. چه بعد از کودتا و تشکیل حکومت نظامی سیاست اقتضا کرد صورت مشروطه و مجلس ملی برای رنگ قانونی دادن به کارها محفوظ بوده باشد با بودن زمام انتخابات به دست قوه نظامی. و تفاوتی که انتخابات دوره پنجم با دوره چهارم دارد این است که در دوره چهارم رئیس دولت نظری نداشت به اینکه اشخاص دارای وجاهت ملی انتخاب بشوند، بلکه تنها نقطه نظر او ساختن مجلسی بود که بتواند قرارداد خود را از آن بگذراند. ولی سردار سپه به واسطه خیالات بلندی که در سر دارد، مخصوصاً می‌خواهد اشخاصی که حرف آنها در جامعه ایرانی نفوذی داشته باشد به وکالت مجلس پنجم برگزیده شوند. نهایت با قید اطمینان داشتن از موافقت آنها با سیاست خود تا بتواند به دست ایشان به مقاصد شخصی و نوعی که دارد برسد. و از روی این نظر حکومت‌ها و نظمیه‌ها برای اشخاص دارای وجاهت ملی که آنها را با سردار سپه موافق یا غیر مخالف می‌دانستند تبلیغات کردند و از موانعی که در پیش پای انتخاب آنها تولید گردد جلوگیری نمودند. به این سبب زمینه انتخاب شدن نگارنده به وکالت مجلس پنجم در اصفهان حاضر شد. چه تجددخواهان اصفهان به من علاقه‌مند بودند و روحانی نمایان آن شهر هم که موافقت نداشتند، اولا جرأت مخالفت نمی کردند و ثانیا تصور احتیاجی به وجود نگارنده می نمودند. به هر حال مقتضی موجود و مانع مفقود بود و نگارنده با اکثریت هنگفتی از شهر اصفهان به نمایندگی مجلس پنجم شورای ملی انتخاب شدم، بی آنکه به محظوراتی که نمایندگی این مجلس که یک مجلس عادی نیست در بر دارد خصوصا برای من متوجه بوده باشد. گفتم خصوصا برای من،
ولی کسانی که در زندگانی خیش اصل یا اصولی اختیار نکرده باشند و به اصطلاح عوام نان را به نرخ روز بخورند، با هر پیش آمد می توانند موافقت کنند. و برعکس اشخاصی که پایه زندگانی خود را به روی اصول معینی گذارده باشند، بسیار مشکل است بتوانند وجدان کشی کرده سیاست ابن الوقتی اختیار کنند که با حقیقت و واقعیت ملازمه ای ندارد. بالجمله خبر نمایندگی من از اصفهان به وسیله مکتوبی که امیر اقتدار حکمران اصفهان به سردار سپه می نویسد به تهران می رسد و سردار سپه به نگارنده تبریک گفته تصور می کند مانند یک سرباز هر چه بگوید می پذیرم، در صورتی که من در هر کار اول باید اصول زندگانی خود را رعایت کنم و بعد از آن هر چیز را. اینجا لازم است به مناسبت خود با محمد حسن میرزای ولیعهد هم اشاره نمایم. چنان که از پیش گفته شده، میان من و ولیعهد خصوصیت بوده است و او توقع دارد در هر حال با او صمیمانه رفتار نمایم. در این وقت که او به ظاهر جانشین شاه است و نهایت کدورت باطنی را با سردار سپه دارد و میان من و سردار سپه خصوصیت هست، با خیالات بلندی که او در سر دارد تکلیف نگارنده مشکل می گردد. اما من با هر دو راه می روم و هر دو را به دست اتفاق و اتحاد به همدیگر دادن توصیه می کنم، در صورتی که سردار سپه برای سازش کردن با ولیعهد حاضر نیست و ولیعهد به کلی از او ناامید است. روزی ولیعهد را در باغ گلستان تهران ملاقات می کنم. در ضمن صحبت می پرسد از آن شاخه سبز چه خبر دارید؟ مرادش صحبتی است که مدتی پیش از این با او داشتم که سلطنت قاجاریه منقرض است و این درخت کهنه و پوسیده شده است، دیگر قابل زندگانی نیست. فقط شاخه ای از آن هنوز خشک نشده. اگر آن را قطع کرده در جای دیگر بکارند، شاید به صورت دیگر سرسبز بگردد، یعنی خود او. جواب می دهم متاسفانه برگ های آن شاخه هم زرد شده، دارد از صلاحیتی که داشت می افتد. ولی عهد پریشان خاطر می گردد و نگارنده معذرت می خواهد که نمی تواند به روی حقیقت پرده کشی نماید. در این مجلس ولیعهد از بدرفتاری سردار سپه با او اظهار دلتنگی می کند و باز او را نصیحت کرده می گویم به هر طور بشود با او راه بروید و رضایت خاطرش را به دست آورید. می گوید تصور می کنم به هیچ راه ممکن نباشد، زیرا طعم صاحب اختیاری کل در زیر دندانش مزه کرده است و می کوشد خود را به آن مقام برساند. ولیعهد از برادر خود سلطان احمد شاه نیز شکایت کرده می گوید این اوضاع در اثر بیحالی و بیعلاقگی او به مملکت پیش آمده است. دل خود را به اسم بیرسم سلطنت خوش کرده به ماهی 40,000 تومان گرفتن و در اروپا عیش و نوش کردن دل خوش است و نمی داند اینجا بر من چه می گذرد و عاقبت کار ما چه خواهد شد. و این اول دفعه است که از زبان ولیعهد از روی ناامیدی اینطور شکایت شنیده می شود. سردار سپه ولیعهد را بسیار کم ملاقات می کند و در ملاقات ها که بیشتر در مجالس رسمی است با وی به طور بی‌اعتنایی رفتار می نماید. اما ولیعهد به روی خود نیاورده در مجالس خود گاهی هم از او تعریف می کند، چون می داند خبرچین متعدد در اطراف او گذارده اند و آنها را می شناسد. به هر حال اختلاف دولت و دربار و دستبندی باطنی ولیعهد برای خودداری در مقابل سردار سپه و نظامیان روز به روز بالا می گیرد. رجال قدیم و روحانیان و تجار و کسبه و اشخاص ناراضی از نظامیان طرفداری از ولیعهد می کنند، در صورتی که بیشتر آنها از شخص سلطان احمد شاه راضی نیستند و از این رو فکر دیگری تولید شده است که احمد شاه به نفع برادرش ولیعهد
از سلطنت استعفا بدهد. بدیهی است ولی عهد این فکر را در زیر پرده نازکی ترویج می کند و از خرج کردن در این راه بذل و بخشش هایی هم به قدری که بتواند دریغ نمی نماید، چنان که او خود به نگارنده گفت که این فکر هم در میان مردم هست. موضوع مهم دیگر که در سیاست داخلی و خارجی ما در این وقت دخالت دارد، ناراضی بودن سردار سپه می باشد از مستخدمین مالیه آمریکایی که میلسپو در رأس آنها واقع است. آمریکاییان پیش از کودتا استخدام شده اند و به آسانی کوتاه کردن دست آنها پیش از به آخر رسیدن مدت استخدامشان آسان نبوده و نیست. میلسپو پایه کار خود را روی قانون گذارده، می‌خواهد هر چه می‌کند مطابق مقررات مجلس شورای ملی بوده باشد و با حکومت نظامی و دیکتاتوری به گفته گویندگانش همراه نیست و نمی‌تواند همراه باشد. از طرف دیگر سردار سپه نمی‌خواهد در کار مالیه تابع نظریات آمریکاییان بوده باشد. میلسپو عایدات مملکتی را تمرکز داده است و زمام امر مالیه را به موجب قانون کاملا در دست گرفته. می‌خواهد از اختیارات زیادی که مجلس به او داده است استفاده کرده در دخل و خرج هر وزارتخانه نظر داشته باشد. از این جهت میان او و نظامیان که نمی‌خواهند تحت نظر برآیند غالبا کشمکش موجود است. میلسپو می‌خواهد همه وزارتخانه ها به تناسب حقوق بگیرند و آنقدر وجوه به تناسب میان آنها توزیع شود، اما سردار سپه می‌خواهد نصف عایدات مملکت به وزارت جنگ اختصاص بیابد و بودجه آن وزارتخانه مقدمتر از همه وزارتخانه ها پرداخته شود و این اساس اختلاف ظاهری میان رئیس مملکت و رئیس کل مالیه می باشد. هر یک هم در عالم خود و از روی نظریه‌ای که دارند ذی‌حق هستند. و بالاخره نصیحت کنندگان داخلی و خارجی رئیس مستخدمین آمریکایی را متذکر ساختند که اینجا ایران است. آن هم در حکومت نظامی نمی شود زیاد قانونی بود. باید به اقتضای آب و هوای مملکت رفتار کرد و اگر بخواهد به استخدام خود مداومت بدهد بایستی سردار سپه را از خود خوشنود بدارد. او هم در هر دو موضوع که موجب اختلاف بود سکوت و همراهی می کند و صدا و نداها در اطراف کشمکش نظامیان و آمریکاییان فروکش می نماید، خصوصا که در این ایام به دست میرزا حسین خان علا که مدتی وزیر مختار ایران در آمریکا بوده است و این مستخدمین را او استخدام کرده، جمعیتی در تهران تشکیل می شود از هر طبقه به عنوان دوستان اتحاد ایران و آمریکا. این تأسیس تا یک اندازه مساعدت معنوی به مستخدمین مزبور می کند و حسن رابطه آنها را با نظامیان نگاهداری می نماید و سردار سپه هم در جلسات آن جمعیت گاهی حاضر می شود. با وجود این سردار سپه انتهاز فرصت می نماید که عذر میلسپو را بخواهد تا بیمانه بتواند در امور مالیه مداخله کند. تملق گویان اطراف او هم از دامن زدن به این آتش و تشویق کردن او به این اقدام خودداری نمی کنند، چنان که روزی نگارنده در مجلس سردار سپه حاضر است. بعضی از همان اشخاص از نمایندگان مجلس شورای ملی را میشنود به او میگویند حالا که در تحت لوای حضرت اشرف چرخ مملکت به راه افتاده است و کارها همه سر و صورت گرفته، آمریکایی ها را هم باید عذرشان را خواست و این ننگ را برطرف ساخت که در قرن بیستم ما مجبور باشیم از ماوراء بحار برای اصلاح مالیه خود مستشار یا صاحب اختیار بیاوریم. و میبیند سردار سپه از شنیدن این کلمات خوشحال است، ولی نگارنده پیش از آن که او جواب بدهد به گویندگان رو کرده اعتراض میکنم: این چه صحبتی است میدارید؟ مگر حضرت اشرف نمیدانند وجود مستخدمین مالیه آمریکایی اکنون لازم است و آنها باید بمانند
خدمات خود را به آخر برسانند تا مملکت در ازای مخارج هنگفتی که برای آنها کرده است از وجودشان استفاده کرده باشد. سردار سپه با ملالت باطنی که اثرش از جبهه او هویداست مرا تصدیق می کند و باید دانست که انگلیسیان هم با بودن مستخدمین آمریکایی در ایران موافقت ندارند و در واقع استخدام آنها را نتیجه مخالفت ایرانیان با قرارداد وثوق الدوله می دانند و تصور می کنند شاید آنها بتوانند وسیله استقراضی را از آمریکا برای اصلاحات مالی ما فراهم کنند و این کار بر ضرر سیاست و اقتصاد انگلیس در ایران تمام می شود، خصوصا در کار نفت جنوب که آمریکاییان در آن خالی از نظر رقابتی با انگلیسیان نمی باشند. به هر صورت مستخدمین آمریکایی مالیه را که بعد از عملیات مثل شستر آمریکایی و خارج شدنش به تحریکات روس و انگلیس پیش از جنگ عمومی از ایران به صورت هرج و مرج افتاده بود، سر و صورتی داده اند. و اگر این ترتیب چند سال دوام کند و یک عده از جوانهای ما زیر دست مستخدمین مزبور، کاراگاه و آزموده شوند، پایه امور مالی به محور ثابتی خواهد افتاد. ولی مستخدمین مزبور با ملاحظه‌ای که از انگلیسیان دارند و با مسالمت و ملایمتی که نسبت به سردار سپه و نظامیان نشان می‌دهند، باز همه وقت در حال تزلزل هستند، مخصوصاً که در میان خود آنها وفاق و اتفاق نیست و بعضی از ایشان بر ضد رئیس خود برای اینکه مقام او را بگیرند با رقیبان و مخالفین او از داخل و خارج خصوصیت نموده برای وی کارشکنی می نمایند. و به هر صورت میلسپو شخص فهمیده ی متین است، گرچه هوش و جربزه سرشاری ندارد و به علاوه آنطور که انگلیسیان شرق و شرقیان را می شناسند، آمریکاییان نمی شناسند. اینک باید انتظار افتتاح مجلس پنجم را کشید و دید او با آمریکاییان مستخدم مالیه چه معامله خواهد کرد و چه اندازه خواهد توانست نگهدار و پشتیبان آنها بوده باشد. صفحه 310، فصل 33، مجلس پنجم یا دو سال میان دو محضور. آغاز مجلس پنجم شورای ملی و حوادث آن. چه آسان است زندگانی بی شرط و قید و چه دشوار است عکس آن. در فصل پیش گفته شد کسانی که پایه زندگانی خود را بر روی اصل یا اصل‌های ثابت معینی نگذارده باشند، در هر پیش آمد می توانند نان را به نرخ روز خورده بی محضور به گفته عوام خر خود را برانند و دخالت آنها در کارهای سیاسی که در فرهنگش لغت‌های حقیقت، واقعیت و وجدان یافت نمی شود اشکالی ندارد. ولی برای کسانی که به رعایت حقیقت و انصاف و وجدان مقید بوده باشند، البته دخالت در سیاست کار مشکلی است، بسیار هم مشکل است. نگارنده از آن هنگام که برای زندگانی خود اصولی برگزیده ام تا این وقت که به نمایندگی از ملت قدم در عرصه سیاست می‌گذارم، در پیشامدها که به آنها ابتلا می‌یافتم، هر وقت پای صورتسازی و حقیقت کشی به میان می آمده است، خود را دور می گرفتم که آن جریان مخالف درگذرد بیان که دامان من به آن آلوده شده باشد. در این وقت به حوزه می افتم که اشخاص دارای این مسلک در آن کمند و اکثریت حکومت دارد. در این صورت نمی توان تنها کار کرد و نمی توان کورکورانه تابع اکثر شد، خصوصا که این مجلس را سردار سپه آلتی در دست خود می داند و تصور نمی کند در این 100 و چند نماینده مخالفی داشته باشد و یا اگر باشد نتوان او را موافق کرد. در این حال البته مشکلاتش از مشکلات مجلس های دیگر بر زیادت است. این مختصر برای نشان دادن مقصود از عنوان این فصل کافی است و در ضمن نگارشات توضیحات بیشتری داده خواهد شد. و بالجمله در روز 22 بهمن 1302 شمسی
مطابق با 5 رجب 1342 قمری محمد حسن میرزای ولیعهد به مجلس می آید برای افتتاح رسمی آن. سردار سپه هم رئیس دولت است و ناچار باید با وزراء خود در این تشریفات حاضر بوده باشد و به قدر ضرورت چند دقیقه در موقعی که ولیعهد به تالار مجلس وارد می شود، سردار سپه نیز حضور می یابد و باز به اتاق دیگر می رود و بی‌اعتنایی شدید سردار سپه به ولیعهد اینجا نیکو هویدا می گردد. خلاصه مجلس دایر می شود. انجمنهایش انتخاب شده به رسیدگی به اعتبار نامه ها می پردازند و به اعتبار تقدم سن اول جلسه عمومی به ریاست نگارنده منعقد می شود و میرزا حسین خان مؤتمن الملک که در چند مجلس رئیس بوده است به ریاست انتخاب می گردد. میرزا حسین خان مؤتمن الملک، میرزا حسن خان مشیر الدوله، میرزا حسن خان مستوفی الممالک، آقا سید حسن تقی‌زاده، دکتر محمد خان مصدق السلطنه، میرزا حسین خان علا، آقا سید محمد رضای مساوات که همه دارای وجهه ملی هستند و در مشروط خواهی دارای سوابق نیکو می باشند، با یکدیگر روابط خصوصی دارند. نگارنده هم با این جمع مربوط تر است تا با دیگر نمایندگان. بدیهی است این کسان که بعضی از آنها غالباً به مشاغل مهم مملکتی می پرداختند و در آزادی خواهی شهرتی دارند، مورد ملاحظه دیگرانند و در این مجلس دارای نفوذ معنوی می باشند، گرچه جزء منفردین هستند ولی با هم کار می کنند و نظریه یکدیگر را رعایت می نمایند. در صفحه 311 تصویری از میرزا حسین خان پیرنیا مؤتمن الملک نشان داده شده است. بعد از این یک هیئت روحانی و روحانی نما در مجلس هست به نام هیئت علمیه که بعضی از غیر روحانیان هم به آنها ملحق شده اند. عددشان به 15 نفر می رسد و در رأس آنها آقا سید حسن مدرس اصفهانی قرار دارد که شرح حال او را در آخر این فصل خواهید خواند و در این دو هیئت دارایان افکار تند و کند هر دو وجود دارند. هیئت دیگری هست که خود را سوسیالیست می‌خواند با عده کمی و سلیمان میرزا محسن رئیس آن هاست. این سه هیئت اگر با هم اتفاق کنند باز اکثریت را تشکیل نمی‌دهند، بلکه یک عده به نام تجددخواه که عددشان میان 60 و 70 است و طرفداران سردار سپه می‌باشند اکثریت دارند. گرچه این اجتماع برای گذرانیدن اعتبارنامه هاست که اشخاص ضعیف خود را داخل این جمع نمودند و شاید بعد از گذشتن اعتبارنامه ها برای این جمع این عدد باقی نماند، اما در هر صورت با موافقت هایی که از دستجات دیگر با اینها در مطالب بشود و یا از منفردین که عددشان کم نیست یک عده با آنها موافقت نمایند، این جمع دارای اکثریت خواهند بود و کارهای دولت و مخصوصاً نظریات سردار سپه به دست آنها انجام می گیرد. به هر حال مجلس دایر و کمیسیون ها انتخاب می شود. نگارنده در کمیسیون معارف کار می کند و می کوشد یک کمیسیون رسمی بر کمیسیون های مجلس بیفزاید به نام کمیسیون اقتصاد، گرچه از طرف حاسدین و اشخاص کوته نظر مخالفت هایی می شود، ولی بالاخره نگارنده موفق شده کمیسیون مزبور را ایجاد می کند و خود نیز در آن کمیسیون به ادای وظیفه می پردازد. اعتبارنامه ها در میان کمیسیون ها تقسیم شده داستان رد و قبول و کشمکش گذرانیدن و رد کردن آنها از مجلس شروع می گردد و چند هفته وقت مجلس صرف این کار می شود و در حقیقت این نقص بزرگی است در کار اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی ما که در رد و قبول آنها و تصدیق صحت و سقم اعتبارنامه ها به عهده خود نمایندگان است.
گرچه هنوز اعتبارنامه تصدیق و تکذیب کنندگان خود تصدیق نشده باشد، پس بهتر بود که رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان و تصدیق و تکذیب صلاحیت نماینده به عهده دیوان عالی تمیز و یا هیئت دیگر می بود. اما این نقص در قانون انتخابات ما هست، تا کی برطرف شود؟ در این صورت نه تنها اشخاص خارج از حوزه طرفداران سردار سپه از گذشتن اعتبارنامه خود نگرانند، بلکه یک عده از جوانها که نه سن وکالت دارند و نه صلاحیت شخصی، چون جزو هوچیان حکومت نظامی بودند، با اسباب چینی خود را به مجلس انداخته از نقاط دوردست به دست نظامیان یا نظمیه ها با سفارش هایی که درباره آنها شده است وکیل شده اند. و اشخاص مهم مجلس از منفردین و هیئت علمیه برای حفظ حیثیت خود و حیثیت مجلس می کوشند اعتبار نامیان ها تصویب نشود و آنها از مجلس خارج گردند. سردار سپه هم با مخالفت اشخاص مهم نمی تواند از جوانهای مزبور حمایت کند و به طرفداران خود بسپارد آنها را بپذیرند، چون که برای پیشرفت مقصد اصلی که دارد به آن اشخاص بیشتر حاجتمند است تا به پادوهای نورس که با پول و شغلهای دیگر آنها را به آسانی می تواند راضی کند. به هر صورت اعتبارنامه چند نفر از جوانهای مزبور رد می شود و آنها بعد از آنکه مدتی در مجلس بوده، بلکه بعضی از آنها به موجب قانون که منشی‌های موقتی از جوانترین اشخاص انتخاب شوند، جزء هیئت رئیسه هستند، از مجلس خارج می شوند. بیرون کردن یک عده از جوانهای پادو و نظامیان از مجلس، قوی بودن مجلس را در نظرها جلوه می دهد و مخالفین ظاهری سردار سپه که در رأس آنها آقا سید حسن مدرس واقع است و مخالفین باطنی او که در میان دستجات و منفردین هستند، از این موفقیت برای خود قوت و قدرتی تصور می کنند. در صورتی که هر دو بی اساس است و تنها سیاست مدارا کردن سردار سپه که یک سیاست موقتی است این موقعیت را ایجاب نموده است، وگرنه نگاه داشتن آنها در مجلس برای سردار سپه اشکالی نداشته است. سردار سپه در مقابل دستجات مخالف خود و یا ناموافق که در مجلس و در خارج هستند و مردم به آنها توجه دارند، جمعیتی به نام تجددخواه تشکیل داده، نمایندگان آنها در مجلس خود را مخالف هیئت علمیه می نمایانند. سردسته آنها در مجلس سید محمد بیرجندی، معروف به تدین است، که از پیش در این کتاب نام برده شده و او خود نیز چون روزخان بوده است در کسوت روحانیان می باشد. این دسته که دارای اکثریت می باشند برای اعتبارنامه های هیئت علمیه، مخصوصا سردسته آنها آقا سید حسن مدرس، کارشکنی می کنند. در این صورت مدرس می باید با منفردین و دستجات دیگر سازش کند و با اشخاص بی طرف طرفیت حاصل نکند. اما دیده می شود که چون اعتبارنامه نگارنده به مجلس می آید و کمیسیون خبر صحت آن را می دهد، او مخالفت می نماید از روی خودپسندی ذاتی که دارد و به ملاحظه بعضی از روحانی نمایان اصفهان که از نگارنده دلخوش نمی باشند. قانون است که اگر کسی با اعتبارنامه دیگری مخالفت کرد، دیگر در آن روز نمی شود در آن موضوع صحبت داشت و مذاکرات می ماند برای جلسه دیگر. در ظرف 24 ساعت فاصله، مدرس آنقدر سرزنش از زبان این و آن، مخصوصاً از زبان رجال محترمی که در مجلس هستند می شنود که در جلسه دیگر حرف خود را پس گرفته، بیان که لازم باشد دفاعی از حق خود بکنم، اعتبارنامه من می گذرد. در صورتی که هنوز معلوم نیست حال اعتبارنامه او چه خواهد بود، چه اکثریت مجلس مخالف است و از همین جهت اصرار دارد که آوردن خبر اعتبارنامه‌اش به مجلس تأخیر بشود، بلکه بتواند سردار سپه را راضی کند به دستجات موافق خود بسپارد با او مخالفت نکنند،
و یا او را در ضمن نطق‌هایی که در مجلس می‌کند تهدید نماید و از این رو او را مجبور سازد به موافقت نمودن. کارهای مجلس معوق مانده است. کشمکش‌های باطنی آشکار شده. مدرس و همراهان او بعد از ناامید شدن از موافقت سردار سپه به اشاره و کنایه و گاهی به صراحت نسبت به او بدزبانی می کنند. تا روزی که مجلس به واسطه معوق ماندن کارها حال مشوشی دارد. در موقع تنفس یکی از کارکنان سردار سپه که شخص طبیبی است و خالی از تهور نیست از زبان مدرس سخن اهانت‌آمیزی نسبت به سردار سپه می شنود.